به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور سعادتمند باشین خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با همدیگه دیگه میخوادم. درست است مضمون ریاضی صنف چندم هستیم صنف هشتم آفرین به شما خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون گفتیم که مضمون ریاضی سن فشنا با هم دیگه میخوانیم فصل چندم فصل چهارمه ما و شما امروز به خیر شروع میکنیم و چی است عنوان درس ما و شما فصل چهارم تناظر است که تناظر چی است ما برای تشریح میکنیم در درس امروز تشریح میکنیم که تناظر چی است و ما و شما دو نوع تناظر داریم تناظر محوری داریم و تناظر مرکزی داریم درست است و درس چندم هستیم درس اول ما و شماست فصل چهارم درس اول عنوان چی بود تناظر خب اما قبلی که شروع کنیم قرار بود که شما کارخانگی را به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است و اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق امین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگردان عزیز و گرامی درس ما و شما درس امروز ما و شما چه عنوان هایی با هم میخوانیم اول من مفهوم تناظر برد میگم چی است و اگر یک شکل تناظر داشته باشد به با اون میگیم متناظر است پس اول تناظر ما و شما تعریف میکنیم یا شکل متناظر و بعد تناظر محوری رو میگیم به چی شکل است گفتیم که دو نوع ما و شما چی داریم دو نوع تناظر داریم تناظر محوری و تناظر مرکزی که بخیر ما و شما تناظر مرکزی رو در درس بعد ما و شما میخوانیم سیس پس فصل چهارم ما و شما امی درس است تناظر محوری و تناظر مرکزی درست است و بعد بخیر در فصل چهارم ما و شما خلاص میشه درست است پس بریم سر تخته ما تناظر تا اول مفهوم تناظر برات بگم چی است و بعد تناظر محوری در سر تخته کار کنم درست است؟ <applause> گفتیم مفهوم تناظر چی است؟ تناظر به این شکل است که میگیم که اگر ما و شما با قاط کردن یک شکل یک شکل داشته باشیم درست است رو بگیریم قاد کنیم نظر به یک خط سهیست؟ یک خط در اون شکل بکش حالا شکل ما و شما هر چی باشه فرق میکنه یا خط بکش و او رو روی امو خط قاط کو اگر شکل سمت راست و چپ به دو قسمت وقتی خط میکشه به دو قسمت تقسیم میشه دیگر. درست است اما قسمت ها دقیقا منطبق بر روی هم باشند. یا دقیقا روی هم باشند میگیم شکل ما و شما چی است متناظر است نظر به اون خط درست است به عنوان مثال با عنوان مثال دقت کن این شکل ما و شما دانیم این چی است یک پارچه ای فور است و یک خط ما در وسطش کشیدیم خط آبی میبینی دیگه نه خب ما اگر بیایم امی شکل نظر به امی خط قاد کنم انتقاد کنم است؟ نظر به امی خط قاد کردم درست است نظر به امی خط ایره قاد کردم آیا اردو قسمت شکل دقیقا روی هم قرار گرفته میگیم بله دقیقا منطبق هم شده است؟ پس میگیم این پارچه فور که ما و شما ما در ما شما میبینیم، انمی پارچه چی است نظر به انمی خط آبی که ما و شما کشیده متناظر است صحیح پس تعریف تناظر به این شکل است اگر با قاد کردن یک شکل نظر به یک خط دو قسمتی که یک قسمت راست یک قسمت چپ تشکیل میشه یک خط که بکشیم دو قسمت تشکیل میشه صحیح است انمی دو قسمت این دو قسمت دقیقا روی هم قرار بگیره وقتی قاد میکنیم دقیقا منطبق بشه ما میگیم که چیست؟ این شکل ما و شما چیست؟ متناظر است نظر به همی خط فهمیده چه رقم شد؟ و دقت کن این همی خط ما و شما میگیم محور تناظر پس به همی خط که شکل ما قاد شده روی همی و به همی خط میگیم چی؟ محور تناظر پس ما نویشته کنم تناظر چیست؟ پس تعریفش؟ تناظر میگیم که اگر با قاد کردن یک شکل نسبت به یک خط یا بگیم نظر به یک خط یا بگیم در امتداد یک خط به این شکل بهتر است پس اگر با قاد کردن یک شکل در امتداد یک خط دو قسمت تشکیل شده بر هم منطبق باشند بر هم منطبق باشند میگوییم که آن شکل نظر به خط متناظر می باشد متناظر می باشد خب شاگرد پس دقت کن تناظر به شک تعریف کردیم اگر با قاد کردن یک شکل یک شکل ما نظر به یک خط در امتداد یک خط قاد کنیم سیست دو قسمت تشکیل شده دو قسمت تشکیل میشه در شکل ما شما وقت قاد میکنیم سیست اما دو قسمت بر هم منطبق باشد منطبق یعنی چی دقیقا روی هم قرار بگیره یعنی اردو سی ما شما چی هست؟ منطبق است دقیقا روی هم قرار گرفته سیست دو قسمت تشکیل شده بر هم منطبق باشند میگوییم که آن شکل نظر به خط متناظر است نظر به خط متناظر می باشد و با آن خط با آن خط چی میگوییم؟ محور تناظر میگوییم محور تناظر میگوییم سهیست؟ پس تناظر به شکل ما شما تعریف کردیم تناظر چی است؟ گفتیم که اگر در یک شکل خب سوال اینجاست شاگرده عزیز آیا هر شکل محور تناظر دارد؟ میگیم نه خیر صحیح ممکن داشته باشد ممکن نداشته باشد آیا هر خطی که بکشیم محور تناظر است میگیم نه خیل. باید چی شود باید همون دو قسمت که جدا میشه دقیقا روی هم قرار داشته باشه به عنوان مثال دقت کن این شکل ما و شما این پارچه ای فوره است؟ نظر به این خط که ما کشیدیم این خط آیا این خط محور تناظر است یعنی ما اگر قاط کنیم دقیقا روی هم منطبق میشه خب میگیم ببینیم بیا قاد کنیم میره این ما و شما این شکل نظر به این خط قاد کردیم نظر به این خط چی کردیم؟ قاط کردیم نظر به این خط دقیقا قاط کردیم سیست خب آلی آیا اینه می خط محور تناظر است؟ میگیم نخیر چرا؟ چون این قسمت این دو قسمت که تشکیل میشه دقیقا بر هم منطبق نیستن میبینیم که بر هم منطبق نیستن فرق میکنه دقیقا روی هم قرار نگرفته سیست؟ پس اینی خط های محور تناظر است؟ میگیم نخیر چون وقت قاد کردیم دقیقا دو قسمت روی هم دیگه قرار نگرفته درست است خب ولی این شکل با, با شما دیدیم که نظر همین پارچه ای فور ما با شما نظر به این خط چی است متناظر است چون دقیقا وقتی قاد کنیم دقیقا اردو قسمت منطبق هم میشه سیست فهمیدیم چی رقم شد دیگه نه پس تناظر را فهمیدیم که چی است تناظر پس تعریف یک بار دیگه اگر با قاد کردن یک شکل در امتداد یک خط یعنی نظر به یک خط سیست قاد کنید دو قسمت تشکیل شده بر هم منطبق باشند میگوییم که آن شکل نظر به خط متناظر می باشد و به با آن خط محور تناظر میگوییم درست است پس فهمیدیم چی است دیگه تناظر خب اول سوال پس من تختر پاک میکنم چند شکل میکشم که ببینیم محور تناظر دارد یا ندارد ما و شما اگر این شکل داشته باشیم با مثال امی چی؟ امی شکلی که ما و شما یک پارچه ای فور در نظر گرفتیم نه؟ یک تا مستطیل دیدیم که اینی خط چی بود؟ خطی که دقیقا از اینجا قاد کردیم محور تناظر بود یعنی میگیم شکل ما نظر به این خط متناظر است درست است؟ شاگرده از دقت کنید متناظر یا بعضی از کتاب رو چی میگه؟ متقارن هم برش گفته میشه سیست؟ بعضی از کتاب متناق... چی متقارن میگه؟ تناظر یا تقارن هم بهش گفتن میشه تقارن پس در بعضی از کتاب شما میگه تقارن سیست پس تناظر یا تقارن متناظر یا متقارن سیست هر کدامش بگه فرقی نمیکنه خب پس این به چی محور چی است محور تناظر درست است یا محور تقارن برش میگیم پس این خط ما شما چی است برش میگیم محور تناظر سیست پس محور تناظر و محور تقارن برش گفته میشه فرق نمیکنه خب سوال آیا امی مستطیلی که ما و شما شکلی که داریم دیدیم که اگر خطی که ما و شما بهش کشیدیم دیگه نه دیدیم که در پارچر ما قاد کردم اگر از نظر به این خط قاط کنم آیا متناظر میشه؟ میگیم نه خیر متناظر نظر به این خط متناظر نیست دیدیم که دقیقاً این قسمت و این قسمت دقیقاً روی هم متفق نمیشه درست است پس این محور تناظر ما و شما نیست این است آیا سوال آیا مستطیلی که ما و شما کشیدیم فقط یک تا محور تناظر دارد یا محور دیگه هم دارد میتونیم شکل دیگه هم بکشیم که متناظر باشه نظر به خط میگیم بله ما و شما اگر مستطیل داشته باشیم این مستطیل رو داشته باشیم اینی این مستطیل ما و شما باشه نظر به با کدام خط دیگه متناظر میتونه باشه نظر به با اینی خط این وسط اگر ما قاط کنیم دقیقا روی هم قرار میگیره فیست پس چی است؟ این محور تقارن یا تناظر است درش میگیم پس مستطیلی که شکل ماش مستطیل باشد دو محور تناظر دارد صحیح است یک تا به شک محور تناظر یعنی ما و شما به شک قاط کنیم یک تا دیگه به شک قاط کنیم دقیقا روی هم قرار می گیره پس چند تا محور تناظر دارد دو تا محور تناظر دارد صحیح است آیا از اگر از این گوشه به گوشه وصل کنیم محور تناظر است میگیم خیر دیدین که دیگه ما شما یک پارچه رو قاط کردیم دیدیم دقیقا روی هم منطبق نشد درست است پس مستطیل چی است دو محور تناظر دارد صحیح خب سوال آیا مربع شاگرد عزیز مربع چند محور تناظر دارد مربع چند محور تناظر دارد ما شما یک یک تا مربع اگر داشته باشیم یعنی مربع باشد مربع چهار تا زلش با هم چی است مساوی است درست است خب چند تا محور تناظر دارد من میکشم یک تا خود اینجا دارد صحیح است دقیقاً یعنی وسط اردو صورت قاط کنیم دقیقاً روی هم قرار میگیره یک تا دیگه به این دارد بالا پایین قاد کنیم دقیقا روی هم قرار میگیره و یک تا دیگه اینی گوشه رو به گوشه گوشه رسم کنیم اگر شما یک اگ مربع از به این میگیم قطر از قطر از گوشه به گوشه قاد کنید دقیقا روی هم قرار میگیره سهیست و یک تا در قطر از صد اگر از این قاد کنیم دقیقا روی هم قرار میگیرد پس مربع ما شما چند تا محور تناظر دارد یک دو سه چهار تا محور تناظر دارد اما مستطیل چند تا داشت دو تا فقط داشت سهیست خب شاگرده عزیز پس مربع چند تا داشت؟ چهار تا محور تناظر مستطیل دو تا محور تناظر دارد پس من نویش نمی چهار محور تناظر در اینجا چی بود؟ مستطیل ما شما دو محور تناظر دو محور تناظر سهیست؟ پس مستطیل دو محور تناظر دارد مربع چهار محور تناظر دارد خب سوال شاگرده عزیز دایره چند محور تنظور دارد؟ دایره اگر ما بهش قط... قط کنم دقیقا روی هم قرار میگیره پس یک تا بهش قط کنم چی دو تا به شکل سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا پس چی از هر قطری که ما و شما در دا, دا دایره بکشیم میشه چی یک محور تناظر چند تا دارد لایه تنایی ما و شما لایه تنایی میتونیم قطر برش بکشیم صحیح است پس چند تا لایه یا به نهایت محور تناظر سهیست؟ پس لایتنایی یا به نهایت محور تناظر دارد دایره ما و شما مربع چند تا داشت؟ چهار تا مستطیل چند تا دارد؟ دو تا سوال شاگرده عزیز به این شکل در اینجا میکشم مسلس ما و شما اگر چی باشد؟ عرصه زلش با هم مساوی باشد بهش میگیم مثلث متساوی الاضلاع یعنی ارسه زلش با هم برابر است چند تا محور تناظر دارد میگیم سه تا دارد دقت کن دقیقا ان از این وسط اگه تیر کنیم دقیقا قاط کنیم روی هم قرار میگیره صحیح از اینجا هم قاط کنیم به روی هم قرار میگیره و از اینجا قاط کنیم دقیقا روی هم قرار میگیره پس مثلث متساوی الاضلاع سه تا محور تناظر دارد درست است پس سه محور تناظر دارد خب مثلث متساوی و نگر اگر باشه یعنی دو ساقش فقط برابر باشه دو زلش برابر باشه اینی زل که زل اینی سه زل که با هم مساوی اما اگر ای باشد فقط یک تا محور تناظر دارد فقط از اگر قات کنی دقیقا روی هم قرار میگیره اما دیگه اگر به این شکل شما بکشم سه دقیقا روی هم قرار نمیگیره پس این چند تا دارد یک تا محور تناظر دارد یک محور تناظر اگر مثلث ما شما از هر دو کدامش نباشه یک مثلث فرق کنه دیگه متساوی الاضلاع و متساوی نباشه میگیم هیچ محور تناظر ندارد فکرت باشه صحیح و شکل آخر جای نیست ده اینجا میکشم اگر ما شما یک تا دا چی داشته باشیم متوازی الاضلاع صحیح متوازی الاضلاع رو میفهمیم یک چهار زلی که زلهای روبرو با هم چی است موازی است آیا ای محور تناظر دارد میگیم خیر ای هیچ محور تناظری ندارد مشکل شکل اگر به شک بیایم در خود به بکشم خود نمیشه دیگه قاط کن نظر به رو هم قرار گرفته نمیشه صحیح است خب دیگه چه رقم میتونم بکشم ممکنه با خودتون بگین خواستات به شک بکش نظر به یعنی را بکش اگر قطر بکشم باز اینا را شما قاط کنید دقیقا مثل اون مستطیل میشه یاد دست مستطیل کشید دیدیم دقیقاً منطبق نشد نه, نه اینی گوشه در اینجا قرار میگیره اینی گوشه می در اینجا قرار میگیره پس محور تناظرش نیست پس متوازی و لازلا ایج محور تناظر ندارد فکر کن باشه سعیس ولی دقت کن شگردای عزیز دقت کنید که ما و شما در درس بعد ان مرکز تناظر می میخوانیم. تناظر مرکزی سعیس یا مرکز تناظر می که متوازی لازلا مرکز تناظر دارد اما محور تناظر ندارد سعیس پس محور تناظر ندارد نوشتن میکنیم محور تناظر ندارد صحیح است خب پس ما چرا خم شد دیگه شاگردای عزیز پس تناظر رو گفتیم دیگه تناظر رو گفتیم چی است اگر ما و شما یک شکل قات کنیم نظر به یک خط اردو دو قسمت دقیقا منطبق روی هم باشند دقیقا روی هم قرار بگیره میگیم شکل ما نظر به اون خط چی است متناظر یا متقارن است گفتیم بعضی از کتاب ها متقارن میگه و اون خط چی میگه محور تناظر یا محور تقارن درش گفته میشه درست است فامیدی دیگه دیدیم که مستطیل ما شما دو محور تناظر دارد مربع چار محور تناظر دارد دایره لای تناهی یا به نهایت محور تناظر دارد مثلث متساوی و الاضلاع یعنی با هم مساوی باشه سه محور تناظر دارد مثلث متساوی ساقین یعنی دو ساقش با هم مساوی باشد یک محور تناظر دارد اما دیگه مثلث اگر باشه از یردو نباشه میگیم هیچ محور تناظر ندارد دیگه چی متوازی الاضلاع چند تا محور تناظر دارد صفر تا دا. هیچ محور تناظر ندارد و شک یک شکل دیگه من میکشم در اینجا شکل چه به این میگم شکل لوزی لوزی رو میفهمی چی است دیگه نه چهار زلش با هم مساویسته چند محور تناظر دارد لوزی ما و شما دو محور تناظر دقت کن دقیقا از این قطراش تیر کنی با هم دیگه چی میشه متناظر میشه و انی سیف البته کمی کج مکشید میره بون دقیقش بکشم انت میشه سیست از اینجا قاد کن دقیقا روی هم قرار میگیره چند محور تناظر دارد؟ دو محور تناظر پس لاوزی ما و شما دو محور تناظر دارد سیست؟ پس مستطیل دو محور تناظر مربع چهار محور تناظر دایره لایه تناهی محور تناظر مثلث متساوی و لازلائنی یعنی هر سه با مفایی باشه سه محور تناظر مثلث متساوی ساقین یک محور تناظر دیگر مثلث هیچ محور تناظر ندارد دیگر غیر از هر دو مثلث باشه متوازی لازلا هیچ محور تناظر ندارد لازم ما و شما چه دو محور تناظر دارد صحیح پس چی است تناظر و محور تناظر فهمیدیم چی است خب شاگرد عزیز پس مفهوم تناظر ما و شما فهمیدیم چی است؟ و گفتیم دیگه تعریفش گفتیم و در شکل های متفاوت برات گفتیم چند محور تناظر داریم پس ما این مارک میکنم پس مفهوم تناظر فهمیدیم اما تناظر محوری تناظر محوری همین تناظر نظر به اون خط است دیگه درست است که آلی اگر به ما و شما یک شکل بده یک تا خط هم بده بگه که خب آلی نظر به این خط تو چیکو تناظر رو بکش یا شکل متناظرش بکش حالا چی رقم بکشیم شایست خب ما در شک گفتیم این محور تناظر دارد یا ندارد اما اگر به ما شما یک شکل بیته یک خط به ما شما میته میگه که نظر به این خط تناظر یا چی تقارن چه بکش یا قرینه برش میگه شایست گفتیم که تناظر یا چی میگم تقارن نگه میگه بکش خالی شرقم بکشیم پس بریم سر تخته ما بر نشان میتونیم که نظر به خط که او ایر میگیم چی تناظر محوری ساست. چه نظر به خط است کال چی رقم بکشیم دقت کن تناظر محوری یعنی نظر به یک خط صحیح به اون خط چه میگفتیم محور تناظر پس تناظر محوری نظر به یک خط است چون ما و شما تناظر مرکزی باز داریم در درس بعد میخوانیم که اون نظر به یک نقطه است صحیح پس فکرتان باشد تناظر محوری یعنی تناظر نظر به یک خط تناظر مرکزی یعنی تناظر نظر به یک نقطه که رو در درس بعد می خب دیدین که تناظر که خب معنیش معنیش گفتم براتون چی هست نه و گفتیم بعضی از شکل های ما و شما ممکنه چند تا محور تناظر داشته باشد بعضی از شکل ها ممکنه هیچ محور تناظر نداشته باشد درست است خب اما تناظر محوری به شکل سوالش با ما و شما یک تا خط مته میگه متناظر این شکل نظر به این خط بکش یا تناظرش نظر به شکل بکش رسامی کو صحیح خب دقت کن به عنوان مثال ما شما اگر این خط داشته باشیم خب ما شما این نقطه را گفته که تناظر یا متناظر این نقطه نظر به این خط ما شما اگر بکشیم به چه, چه صورت میشه؟ این نقطه را ما شما داریم. این نقطه نقطه ای. صحیح؟ نظر به این خط گفته چیکو؟ تناظرش بکش خب برای که ما و شما بتونیم بکشیم چیکار میکنیم این ازمی خط باید خط کش با بانیم از این نقطه تا این خط و چی زاویه چند درجه زاویه 90 درجه جور کنیم صحیح یعنی مستقیم بهش وصل کنیم این تو کج نکشه غلط است بهش نکشی نکشه غلط است مستقیم که زاویه چند درجه جور کنه زاویه 90 درجه جور کنه صحیح پس باید مستقیم بکشیم که زاویه 90 درجه جور کنه خب حال خط کش میگیریم اندازه میگیریم انمی از ای از این نقطه ای تایم خط شگ گراف کردیم چند مثلا چقدر 3 سانتی سی متر فیست و عمیر مستقیم ادامه بدیم 3 سانتی متر دیگه ادامه بدیم به این شکل با خط کش بگیریم 3 سانتی متر ادامه بدیم فیست این نقطه میشه این نقطه B بگیریم فیست پس تناظر نقطه A نقطه B میشه به این شکل میتونیم بکشیم پس چه رقم شد به این شکل قانون به این شکل دقت کن تناظر نظر به یک خط تناظر محوری اگر داشته باشیم یک نقطه را بگه تناظر شبکش نظر به خط شما از همون نقطه به خط وصل میکنید به شک به شرطی که زاویه چند درجه جور کنه 90 درجه جور کنه صحیح این تو کج نکشین فهمید چه شد از اون نقطه دوم خط از این نقطه دائمی خط باید مستقیم بکشید که زاویه 90 درجه جور کنه و باز اما خط چی ادامه میتینه زاویه 90 درجه داشته باشه باز رو کج ادامه نتی به شکل ها. به شکل یا برای ادامه نتی چند باشد 90 درجه باشه صحیح است و ادامه حالا میبینید چه خط سانتی متر ادامه اگر 5 سانتی دو 5 سانتی ادامه بتی. است خب در نقطه‌ای که این نقطه رو چی پس و متناظر فهم چرا خم شد دیگه نه خب حالی با همین فرمول ما شما میتونیم چکار کنیم شکل های متفاوت تناظرش نظر به یک محور دریافت کنیم نظر به یک خط دریافت کنیم با نوع مثال با ما شما این شکل میتونیم من در اینجا میکشم این خط با ما شما داده گفته چی نظر به یک خط شما چی بکش؟ اینی مسلسه تناظرش بکش خب این باشد نقطه A B سی صحیح خب چه رقم بکشیم گفتیم که نظر به یک خط خاصه تناظر محوری است دیگه صحیح باید چه کنیم باید بریم از سه نقطه نقطه A نقطه B و نقطه C به مستقیم به همین خط وصل کنیم که زاویه چند درجه جور کنه 90 درجه جور کنه به ما شما خب با خط کش اندازه میگیریم یعنی 5 سانتی متر است به عنوان مثال ما شما چه 5 5 سانتی متر پیش میریم صحیح 5 سانتی متر پیش بریم دقیقاً اینجا میشه به عنوان مثال خب دقت کن شاگرد عزیز این معمولا این نقطه ا ای باشد ما شما تنازلش با ا یک خط تک بالش میمانیم اینو میخوانیم ای زبر صحیح پس چی است با ای زبر نشون البته فرق نمیکنه تو با دی نشون میتی با ای نشون با اف نشان میتی فرق نمیکنه ولی معمولا ا باشد او را با چی با A زبر نشون میتیم صحیح پس چی میکنم اما قپش ما رو که دقیقا اندازه نمو شوه صحیح است پس این چی میشه یعنی نقطه هم میشه نقطه زبر خب نقطه سی هم به سی ما و شما چه خواست زاویه باید 90 درجه جور شده اینجا سیست اما قپش برم این انجام میشه پس ای چی میشه؟ این میشه سی زبر این زاویه 90 است و نقطه رو من قپش برم این دقیقا اینجا میشه اینجا میشه نقطه بی زبر سیست آلی ارسر به هم دیگه من وصل میکنم پس دقیقا تناظر اینی مسلس نظر به این خط نگفته بکش خود کشیدم سعیست؟ و سوال امتحان در کارخانه هم داریم سوال امتحان هم داریم یک شکل به شما میتونم میگه نظر به این خط تناظر شبه بکشیم متناظرش متناظر بکش کشی ای سعیست؟ این چی هست؟ این محور تناظر است دیگه گفتیم چکار میکنیم؟ دقیقا فرمولش برد گفتم تو همین نقاط مشخص می‌کنی تناظر هر نقطه رو و به هم دیگه نقاط وصل میکنی درست است؟ خب یک تا دیگه میکشم و بعد خلاص یا به این بکشم شده در اسم بان با دیگه اینی شکل بکشم سیس خود تناظر از بکش خب تناظر از گفتیم نقاط رو مشخص میکنیم نقاط اگر مشخص کنیم به این شکل دقت کن شاگرد عزیز یک تا این نقطه رو من مشخص میکنم این نقطه گوشه یک تا این نقطه که خودش است این نقطه و یک نقطه در اینجا میمانم سیست اینمی چند نقطه را دریافت میکنم خب این نقطه روی خودش که روی خود شکل است که روی خودش قرار روی خط قرار میگیره تناظرش اما اینی را ما شما اگه مستقیم ادامه بتیم در اینجا میشه سیست تقریبا اینجا میشه این را مستقیم ادامه بتیم اما قطعه شویم اینجا میشه و این نقطه را مستقیم ادامه بتیم اما قطعه شویم تقریبا اینجا میشه پس شکل ما شما به این شکل میشه سیست حالی ما رسامیم زیاد خوب نیست شما که رسامیتان خوب است دقیق بکشین سیست ما رسامیم زیاد خوب نیست ولی خود تقریبا انی شکل میشه پس این چی است تناظر اینی... اینی شکلی که برکشین تناظر این شکلی بره پس تناظر نظر به یک خط به چی میگیم تناظر محوری و چرا هم گفتیم میکشیم هر نقطه که مشخص میکنی تا همون خط مستقیم بره که زاویه چند درجه جور شه زاویه 90 درجه فکرت باشه کج غلط است باید مستقیم بره که زاویه 90 درجه جور شه و همو قا ادامه میتی سیس در امتداد خط ادامه میتی همو چند سانتی متر است 5 سانتی متر اینجا با چی باشه 5 سانتی متر فهمیدی چرا خم شد دیگه نه پس تناظر محوری یعنی تناظر نظر به یک خط درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس تناظر محوری را ما و شما خواندیم درست است و دیدین که با شک بر نشان که چرا خم باید دریافت کنی و به شرطی رسامیت خوب باشه دیگه درست است مثل از ما رسامیت بد نباشه پس دقت کن که دقیق بکشی پس من تناظر محوری رو تیک مارک میکنم ما شما ای عنوانم خواندیم اما موزه کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 92 و 94 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم چند است 20964780255413 درست است و اگر و سوال دارید کدام مشکل دارید در کارخانه حل کارخانگی دارید کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگردای عزیز پایان درس اول از فصل چهارم فصل چهارم ما و شما درس اولش خلاص میشه و بخیر درس بعد ما و شما در روز بعد میخوانیم درست است شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک میسپارم